جوزف منگله پزشک و افسر اس اس آلمان نازی در اردوگاه آشویتز بود که به خاطر آزمایش های وحشتناکش روی اسرا لقب فرشته مرگ رو بهش داده بودن. جوزف در 16 مارس 1911 در آلمان به دنیا اومد. سال 1943 یوزف جانشین پزشک قبلی که در اردوگاه مرگ آشویتز کار میکرد شد. اردوگاه مشهور آشویتز که یک اردوگاه کار اجباری برای زندانیا و اسیرای جنگی بود، در 280 کیلومتری جنوب ورشو قرار داشت و خیلی جای دور افتاده ای بود. این موقعیت شغلی و فاصله زیاد اردوگاه از شهر برای جوزف خیلی خوب بود، چون میتونست هر کاری میخواد با زندانی ها بکنه و هیچ کس هم متوجه جنایت هاش نشه. وقتی زندانی ها به اردوگاه آورده میشدن، جوزف اونا رو به چند دسته تقسیم میکرد. اونایی که قوی تر بودن یا مهارت خاصی داشتن رو جدا میکرد برای کار اجباری. یه دسته دیگر رو که فکر میکرد به دردش نمیخورن و توانایی کار ندارن رو در جا میفرستاد به اتاق گاز تا از دستشون راحت بشه. و دسته سوم و بدتر از همه کسایی بودن که جوزف اونا رو نگر میداشت برای انجام آزمایش های عجیب و غریبش. آزمایش هایی که هیچ پایه و اساس علمی نداشتن و کاملا غیر انسانی بودن. جوزف همیشه با ماسک و دستکش های سفید و صورت تراشیده جلوی صف زندانی ها می ایستاد و انتخاب می کرد چه کسی زنده بمونه و چه کسی بمیره. به همین خاطر بهش فرشته مرگ می گفتن. بیشتر سوژه های آزمایشش کوتوله ها، افراد دارای نقص عضو و دوقلوها و بچه های زیر 14 سال بودن. یکی از آزمایش هاش این بود که افراد رو داخل اتاق گاز سمی میذاش تا ببینه چقدر دوام میارن و بدنشون به این گاز چجوری واکنش نشون میده. خودش هم شروع میکرد به نگاه کردن و یادداشت برداری. تعداد خیلی زیادی از زندانیا بر اثر این گاز سمی جون خودشون رو از دست دادن. این آزمایش حتی روی اطفال هم انجام می شد و خیلی از این بچه ها بر اثر گرسنگی یا به خاطر فشار آزمایش کشته می شدن. البته که می شه گفت این آزمایش نسبت به بقیه آزمایش هاش کمی بهتر بود. تشریح بدن نوزادا، اخته کردن پسرا و مردها بدون بیهوشی، تزریق سیمان مایع به بدن زنان، قطع کردن اندام‌ها و جراحی‌های وحشتناک از جمله کارهایی که منگله با زندانی‌ها انجام می‌داد. یکی دیگه از آزمایش‌هاش وارد کردن شوک الکتریکی به بدن زنان برای سنجیدن تست مقاومت بدنشون بود. آزمایشش به این شکل بود که جریان برق رو از بدن شخص رد می کرد و می خواست بدون برق چه تأثیر روی بدن انسان می زاره و تا چه اندازه اون فرد می تونه برق رو تحمل کنه و اگه چه مقدار برق وارد بدن کنه شخص جونش رو از دست می ده. این کار رو حتی روی خانم های باردار هم انجام می داد و می خواست تأثیراتش رو روی جنین ببینه و آزمایش کنه. جوزف میخواست بدونه آیا رنگ چشم رو هم میشه تغییر داد یا نه. برای همین به داخل چشم بچه ها داروهای مختلف و یا حتی رنگ تزریق میکرد تا ببینه نتایجش چیه. یک بار دو تا دوقلو رو به هم دیگه دوخت تا یه دوقلوی به هم چسبیده درست کنه و ادعا میکرد همه این آزمایشات علمی و قانونی و لازمن. ببینید دیگه چقدر مریض بوده این آدم که روی حس کنجکاوی و مردم آزاری خودش اسم آزمایش علمی رو میذاشته. لازمه بگم که منگله خیلی رفتار خوبی با نمونه های آزمایشیش داشت و باهاشون با احترام برخورد میکرد. به بچه ها محبت میکرد و خوراکی بهشون میداد. اونا هم خیلی راحت بهش اعتماد میکردن. البته چاره دیگه ای هم نداشتن. همه زندانی ها مجبور بودن هر کاری منگله میگه رو انجام بدن. یک بار وقتی منگله اومده بود تا سوژه های آزمایشی خودش رو پیدا کنه، یک دختر 15 ساله به این کار منگله اعتراض میکنه و جلو بقیه سرش داد میزنه و میگه
دیگه نمیتونم این همه خشم و نفرت تو رو تحمل کنم. همونجا جوزف منگله دست دختر رو میگیره و با خودش به آزمایشگاه میبره. هیچ کس از اون دختر خبردار نمیشه تا اینکه چند روز بعد همون دختر در حالی که فلج شده بود با ویلچر از اتاق خارج میشه و بعد از چند روز هم فوت میکنه و هیچ کس نمیدونه منگله چه آزمایشی روش انجام داد و یا چجوری شکنجاش کرد که این اتفاق براش افتاد. یه نقل دیگه که از این آزمایش ها شده از طرف یکی از زندانی های اونجا به اسم هلموت بوده. هلموت گفته وقتی منگله دوقلوها رو برای آزمایشاتش انتخاب می کرد من اونجا بودم و مجبور بودم که دوقلوها رو ببرم پیشش. منگله بچه ها رو تحویل گرفت و شماره گزاریشون کرد. اون همیشه وقتی آزمایش می کرد من از اتاق بیرون می کرد و هیچ وقت اجازه موندن نداشتم. ولی یه بار به صورت تصادفی توی اتاق آزمایش بودم و دیدم که منگله مایه‌ای رو داخل چشم بچه ها میریخت و چشم بچه ها هی بزرگ و بزرگتر میشد و چند روز بعد جسد همون بچه ها رو توی سالن دیدم. جوزف همینطور به آزمایش های عجیب و غریبش ادامه میداد تا اینکه بالاخره صدای یکی از پزشکای حزب نازی در اومد و اعلام کرد که کارهای جوزف به هیچ عنوان علمی نیست و همش به خاطر عقده‌های درونی و مشکلات روحی روانی خود منگل است که این کار رو انجام میده. به جز اون پزشک یه تعداد دیگه از پزشکای دیگه هم صداشون در اومد و به کارهای منگل اعتراض کردن. این پزشکا هم همشون نازی بودن ولی با این حال مخالف کارهای منگله بودن. اعتراضات نسبت به منگله خیلی بالا گرفت ولی از اونجایی که منگله پزشک رسمی اون منطقه شده بود و بین مقامای بلند مرتبه اسم و رسم داشت دیگه کسی حریفش نبود و زور هیچ کس بهش نمیرسید. در عرض 5 سال بیشتر از 1,000,000 نفر در این اردوگاه کشته شدن که میشه روزی حدوداً 600 نفر. تنها چیزی که تونست منگله رو متوقف کنه پایان جنگ بود. در سال 1945 جنگ بالاخره تموم شد و آلمان توسط متفقین اشغال شد. بلافاصله بعد از جنگ منگله به اسارت ارتش آمریکا درآمد، اما چون مدارک جعلی داشت نتونستن ثابت کنن که این فرد مأمور SS یا پزشک اردوگاه‌های کار اجباری بوده. بنابراین بعد از چند هفته آزادش کردن. سال 1948 میلادی جوزف منگله دوباره با یه هویت جعلی به آرژانتین مهاجرت کرد. تا زمان مرگش کسی نتونست دستگیرش کنه و هیچ وقت هم به خاطر اعمال وحشتناکش مجازات نشد. در نهایت در سال 1979 تو سن 68 سالگی وقتی داشت شنا می کرد سکته کرد و جونش رو از دست داد. این وسط یه سری تئوری های توطئه هم وجود داره که میگن داستان فرار منگله و مرگش به کل جعلیه. این تئوری میگه آمریکا همون اول که منگله رو دستگیر کرده آزادش نکرده و در عوض اطلاعات در مورد آزمایش ها و نتایجشون رو ازش گرفته و در نهایت کشتتش. به نظر شما حقیقت ماجرا چی بوده و کدوم یکی از اینا به واقعیت نزدیک ترند؟